زیاد حرف داریم واسه گفتن، همدیگه رو میبینیم. خیلی چکر. دوستان سلام، به یه شهستانی دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی جدایی سوگند و زخمی رو با هم بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. سوگند، خواننده محبوب نسل جوان که معرف حضور همتون هست، سال 98 با زخمی رپر معروف ساکن انگلستان ازدواج کرد و حاصل ازدواجشون یه پسر به اسم میراثه. این دو نفر زوج محبوب کامیونیتی فارسی بودن و خبر جدایشون یه شوک بزرگ برای طرفدارای جفتشون محسوب میشد. داستان جدایی سوگند و زخمی از جایی شروع شد که زخمی تمام پستای مشترکش با سوگند رو از پیجش پاک کرد و سوگند رو آنفالو کرد. همین قضیه نشون میده که این جدایی از سمت زخمی شکل گرفته. در این راستا استوری که زخمی منتشر کرد هم به این قضیه بیشتر دامن زد. اون با انتشار عکس بچگی خودش نوشت: دونه دونه مردای دورم دارن آبروی هرچی مرده رو میبرن، خدایا خودت بخیر کن. سوگند هم با انتشار یه استوری گفت: شبم از هرچی شب سیاه تره. همچنین زخمی بعد از این جریانات با خوندن فری استایلی به این قضیه واکنش نشون داد. البته که اون تو کپشن پستش گفت این فری استایل مخاطب خاصی نداره، اما ما میدونیم که رپرها اعتراضشون به هر داستانی رو با رپ کردن نشون میدن. زخمی تو این فری استایل میگه: لاشی بازی و آدم لاشی هیچ وقت باعث نمیشه که من دیگه خوبی نکنم، بلکه به کسایی خوبی میکنم که بهشون میرسه. که با تبلیغ آهنگ جدیدش به اسم بس دیگه توجه ها رو به سمت خودش جلب کرده. احتمال اینکه این قضیه حاشیه برای دیده شدن آهنگش هم وجود داره، اما با شناختی که ما از سوگند داریم، اهل حاشیه کردن برای دیده شدن نیست و از حق نگذریم نیازی هم به این کارها نداره.
اون امروز با گذاشتن استوری نشون داد که به زودی قراره به صورت سینگل کنسرت اجرا کنه و برخلاف کنسرت های دیگرش زخمی تو این کنسرت حضور نداره. سوگن درباره آشنایش با زخمی توی مصاحبه گفته بود که فقط با شنیدن یک آهنگ عاشق صدای اون شده. مثلا آشناییت با زخمی چطور؟ فکر کنم این سوال رو یه 60 جا دیدم. خب ببینین، من که تو ایران بودم همین 5 سال گذشته، میدونستم که همه چقدر من هیپ هاپ دوست دارم و چقدر رپ فارسی گوش میدم و یه سری از دوستای صمیم بودن که بهم گفتن زخمی رو شنیدی؟ من گفتم نه ولی میشم. تو رو خدا شنیدی؟ یعنی همش بهم گفتن آلبومشو شنیدی، صداشو شنیدی، خیلی باحال اینا. من نشیده بودم تا یه زمانی میگذره تا اینی که یهو توی ماشین آهنگ زخمی رو که از دوستان برام بزرگشو گفتم کیه، چقدر باحاله، چقدر خفنه. دیگه شروع کردم آهنگشو گوش دادن و خیلی باش ارتباط برقرار کردم. بعد شروع کردم کل آلبومشو گوش دادن. فکر کنم توی 6 ماه آخری که من توی ایران بودم هر روز، یعنی امیدوارم بتونم یه ویدیو پیدا کنم که خلاصه همش گوش میدادم و خیلی باش ارتباط برقرار کردم تا اینکه آهنگ شخصی رو کاور کردم. کلی یارو گفتم کلی مطمئنم خیلی تو شنیدی. دوستام تو ایران باهاش حال کردن و اینا و گفتم که خب بد نیستش که حالا یه سری از کاورها رو توی سوشال مدیا بذارم، ولی بهش تکست دادم توی اینستاگرام، ازش اجازه گرفتم که کارو انجام بدم. بعدش دیگه با هم دیگه دوست شدیم، یعنی رفیق شدیم. خلاصه یه چند باری با هم دیگه تلفنی صحبت کردیم و ولی منم خودم خیلی درگیر بودم تا اینی که کارم درست شد و اومدم لندن برای یک مصاحبه و هم دیگه رو دیدیم اونجا. بازم یه چند وقتی همش بینمون یه دوستی خیلی ساده و صمیمی بود. اصلا فکر میکنم که یعنی شرایط زندگی جفتمون اونجوری نبود که به رابطه خیلی جدی یا هر چیزی فکر بکنیم، ولی جرقه خورد دیگه، خورد و دیگه به هم دیگه نزدیکتر شدیم و بعدش هم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و بچه دار شدیم و الان هم که دیگه واقعا افتخار میکنم به اینی که یه همچین خانواده ای دارم و با هم دیگه هستیم و اینجوری همو درک میکنیم و چقدر به هم نزدیکیم و این عشقمون واقعا بی‌نظیره. و خدا شکر اخلاق زخمی خوبه، حس میکنم بعد اخلاق اتفاقا خیلی پسر مهربونیه، خیلی مهربونه، خیلی مهربونه، قلبه، خیلی قلبه. یعنی واقعا آدم توی زندگی من خیلی زیاد دیدم، خیلی زیاد با قشرهای متفاوتی هم معاشرت کردم، با سنهای مختلفی هم معاشرت کردم، ولی مثل امیرعلی ندیدم. نه اینکه به خاطر اینکه همسرم باشه بخوام ازش تعریف بکنم، اما فقط به خاطر اینکه واقعا یک انسان بی‌نظیریه که وقتی حرف میزنه انگاری میبینی که چقدر خودشه و چقدر درونش مهربونه. آخه love you baby. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ به نظرتون علت جدایی سوگند و زخمی چی میتونه باشه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم باخبر بشید.